بارها بوده که کارایی بوده که نفرات گفتن آقا امکانش نیست نشده، ولی خود ایشون به شخصه میرفته انجام میداده و کارا انجام میداده و میگفته که آقا ببینی کار شد، کار نشدی تو کار وجود نداره. ایشون ساعتی کار تو زندگیشون نبوده سه ضربه تالا، اغلبی وقته بوده که ساعتی 6-7 صبح میمیدن یا زاده بازده شب هم میرفتم. من هم پیش میکنم اصلا خستگیه ایشون درک نمیکنن یا خستگی ها به صلاح نمیپذیرن. چون من یکی از خصلت هایی که تشکیلات ما داره دو تا چیز درش قدغنه. یک، سیگار کشیدن تو کل مجموعه من 2000 تا نیرو دارم تو این 2000 نفر. ماشاءالله. یک سیگار 2000 تا مستقیم. 2000 تا مستقیم، بله. حدود بیش از فکر میکنم 10000 نفر مستقیم سر سفره هستن الحمدلله. شاید بیش از 100000 نفر غیر مستقیم. یعنی ماه به ما چقدر شما حقوق میدین؟ عرضم به حضورتون یه چیز حدود 500 میلیون تومان ما ماهیانه اوریجای حقوقمون. خب بعد هیچ وقت میشه مثلا این عقب بیفته مثلا بره. به لطف خدا تا این ساعت من یک ریال بدهی به سازمان بیمای اجتماعی عقب افتاده ندارم، یک ریال به هیچ بانکی بدهی عقب افتاده ندارم. در طول 50 سال 48 سال من تو بانکای ایران حساب دارم، تا حالا یک چک برگشتی من ندارم. حتی یک چک تختم نداریم من اینجا. چرا ما 10 شرکت بزرگ تو ایران نداریم که هر کدوم 20,000 تا 30,000 تا کارگر داشته باشن، کارمند داشته باشن و فیزیبل، نه همینجوری مثلا دولت هی توشون تزریق کنه که به دولت مالیات هم بدن؟ چرا نداریم؟ چرا بزرگ نمیشن شرکت های ما؟ واقعا میخوام بدونم چرا. خدای ما میده خودت ازم به حضورتون علتش نیست که 4-5 سال مقام معظم رهبری اصرار دارن میکنن که کار بدین دست مردم. ما رفتیم تو یکی از این وزارت خونه ها گفتیم آقا من یه دیشب آقا نفر بودم تولید ثروت عبادته چرا به من حرف زشت میزنی؟ بگویی نمیدونم تو پول داری یه دونه پترش میداری بسده. جدا به شما گفتم دقیقاً گفت یه دونه داری بس دیگه چرا آقای دول میخواهی دنبالش؟ گفتم آخه آقا فرمودن ما میتونیم الان دو بوشه بزنیم. مگه شما برای خودتون زدی؟ گفت آقای رجالی من 30 سال پشت این میز چستم ازرارسته این گوی پاشو. من متاسفم بگم با چند تا وزیر ما جلسه میذاریم یک رو قبل از جلسه میان میگن آقای رجالی ببخشید خودش نمیرسه بیاد معاونش. نه اصلا کنسل شد جلسه. آقا ما 480 کیلومتر اومدیم خدمت شما. حالا نه اصلا چه کاری مهمتر از اون جلسه واقعا؟ یعنی مثلا قراره چه اتفاقی بیفته؟ در هر حال من امیدوارم که آقایون بیشتر از این به صنعت برسن و آقای حیدری من به راحتی میتوانم تحریما رو دور بزنم و تا این ساعت زدم بین 3-5% هزینه ای ما رفت بالا. آقای رجالی تحریمای خارجی رو دور زدن سخت‌تره یا تحریمای داخلی؟ داخلی. ببین یه شعری خیلی قشنگی اجازه بده من اینجا بخونم. حالا نگین که این مدرس اینجا بر من میخواد شعر بخونه. میگه روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خواست بهر طلب طعمه پر و بال بیاراست. بر راستی بال نظر کرد و چنین گفت امروز همه روی زمین زیر پر ماست. شعر خیلی طولانیه، منظورم این یه بند آخرشه. چون نیک نظر کرد پر خیش در او دید گفت آزه کنالی که از ماست که بر ماست. تحریم خارجی کاری با من نمیتونه بکنه، هزینه من 5% برد اسبالا ولی داخلی از این بد ترم بکنه انشاءالله به عون الله تعالی بازم جواب میده بخش خصوصی راه خودش پیدا میکنه. من نمیگم تحریم چیز خوبیه با اجتماع نشه، واقعا درت فشار میاره ولی قابل تحمله. قابل تحمله، خیلی قابل تحمله، مشکلی نداره. من یه پیمانکاری رو میدیدم از صادر کنندگان خیلی خوب خدمات فنی مهندسی کشور، میگم ما یه پروژه‌ای تو یکی از این کشورهای CIS برنده شده بودیم، رفتیم سازمان برنامه معرفی نامه بگیریم، میگفت نمیداد. منم چرا نمیدیم؟ گفت تو به اندازه کافی پروژه داری. ما به تو چی؟ من خارج از کشور من پروژه میگیرم پول بیارم تو کشور؟ میخوام بگم میفهمن خیلی جا حسادته، میدونی ما همینجوری یه کلیتی گفتیم. همش لطف خداست، خدا بشه. ارزم بود تو من یه بحثی با همکارای خودم دارم، خواهشی ازشون دارم، تقاضا میکنم از
آدمایی که پول دارن که بیان و این مالی که خدا بهشون داده، فکر نکنن مال مال خودشونه، دو روزی دست ماست، امانته، بیان اینا در راه تولید خرج کنن.